بگم شیرزاد، شما هنوز نمیدونی یه مدتی با کامپیوتر کار نکنی خاموش میشه؟ کامپیوتر نه، یارانه. چه؟ یارانه؟ آه ببخشید من، ای بابا من همش خیلی میدونی آقای دکتر، این یارانه و رایانه و پایانه و سامانه و کاله قاچاق با هم دیگه اشتباه. شقایق دهقان متولد 4 اسفند 1357 در آلمان، بازیگر سینما و تلویزیونه. تا مقطع دیپلم بیشتر نخونده اما وارد کلاس‌های عروسک گردانی شده. سپس بازی در تئاتر رو تجربه کرده و با سریال پاورچین به شهرت رسیده و حالا یک فرزند داره. به خاطر تحصیلات پدر در شهر گیسن آلمان به دنیا اومده تا اینکه از 3 ماهگی به ایران بازگشته و به خاطر شغل پدر به مدت 6 سال در شهر ساری ساکن بودن. در کلاس عروسک گردانی سال 1374 وقتی 17 ساله بود با ثبت نام در یکی از کلاس‌های عروسک گردانی در فرهنگسرای امیرکبیر شروع به یادگیری این رشته هنری کرد. سپس در بابای کنکور از طرف معلمی که در کلاس‌های شرکت کرده بود به تئاتر عروسکی معرفی شد و از اونجا مسیر زندگیش تغییر کرد. ماجرای شروع از تئاتر در سال 1377 از طریق یکی از همکارانش به نام گلچهره سجادیه برای بازی در یک نمایش جدی معرفی شد و همزمان کار نوشتن برای برنامه کودک رو هم شروع کرد. الهی بمیرم، اینقدر تو اون اتاق تنها نشستن، هیچ مریضی نداشتن، فکر کنم دارن دیوونه میشن. واقعا؟ چی واقعا؟ همینی که میگین تو اون اتاق تنها نشستن مریض ندارن دارن دیوونه میشن. شما گفتین، من نگفتم که. نه بابا مطمئنی؟ در جلوی دوربین ابتدا سال 1379 با سریال 14 قسمتی مثل زندگی به کارگردانی بهروز بقایی برای گروه کودک و نوجوان جلوی دوربین رفت و چند ماه بعد در فیلم زیر نور ماه بازی کرد. شهرت با پاورچین تا برره. در سال 1381 وقتی 24 ساله بود با نقش یاسمین در سریال پاورچین به کارگردانی مهران مدیری شناخته شد و با سریال کوچه عقاقی و سال 1382 به شهرت رسید. اما اوج شهرت وی سال 1384 با سریال شب‌های برره با نقش سهرناز بود که بعداً با سریال ساختمان پزشکان سال 1390 هم دوباره سر زبان ها افتاد. ازدواج و پسرش. شقایق دهقان در سال 1383 وقتی 26 ساله بود با مهراب قاسمخانی 33 ساله ازدواج کرد که ثمره این زندگی یک پسر به نام نیان میباشد. و اما طلاق. در چند سال اخیر شقایق دهقان خانه خود را از همسرش مهراب قاسمخانی جدا کرده و مستقل زندگی میکنه. این دو هنوز خبر رسمی طلاق خودشون رو منتشر نکردن. در حالی که برخی چهره‌های ورزشی و هنرمندان سینما اقدام به کشف حجاب می‌کنند، شقایق دهقان بازیگر معروف و شناخته شده نیز حجاب از سر برداشت و نوشت این کار سهمی نبوده و از کسی هم عذرخواهی نمی‌کنم. او در یک استوری به برخی چهره‌های ورزشی که پس از کشف حجاب مدعی شدند کشف حجاب اونا سهمی بوده و عمدی نبوده تیکه سنگینی انداخته و پیشاپیش مدعی شده که این کار سهمی نبوده و از هیچ کس عذرخواهی نخواهد کرد. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. اگر از این دسته ویدیو خوشتون میاد میتونین کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع بده. ویدیوی بعدی منتظرتون هستم.